در امر پزشکی تشخیص حرف اول را می زند و در زندگی شما سلامت چشم ها و دید شما برایتان در مقام اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا و همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. Advanced Eye Surgery Clinic 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از Advanced Eye Surgery Clinic، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. Advanced Eye Surgery Clinic مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در Advanced Eye Surgery Clinic هست. تا با هم سیری کهکشان علم و اندیشه داشته باشیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو دردسیم. این برنامه هر هفته روزهای شنبه ساعت 12:01 بعد از نیم روز وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم میگردد و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری های چشم، در این برنامه درباره بیماری ها و جراحی چشم با شما سخن میگویم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس و روز دوشنبه ساعت شاید 9 صبح و 8:30 صبح وقت تهران ایران خواهد بود. طبق روال همیشگی برنامه صحبتی خواهیم داشت در ابتدای برنامه و در قسمت دوم برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهم گفت. یادتون باشه که امروز ما برنامه پرسش و پاسخ داریم 2 تا 3 از رادیو ایران 670 AM. بنابراین اگر شما دوستان سوالاتتون رو در این برنامه نتوانستید پاسخ بگیرید، حتما میتوانید با رادیو تماس بگیرید در ساعت 2 تا سوالاتتون رو مطرح کنید و در اون برنامه من به سوالاتتون پاسخ بگویم. چند نکته است که من نکات رو میخواهم الان یادآوری کنم خدمتتون دوستان عزیز و این نکات به هر حال نکاتی است که گاهی اوقات ما باهاش برخورد میکنیم و وقتی برخورد میکنیم به نظر میرسه خوبه که یادآوری بشه. خدمتتون عرض کنم که اول نکته اینه که ببینید، باز هم میبینم که دوستانی یک پلاستیک دارو با خودشون حمل میکنن میارن و هم کار خودشون سنگین و مشکل میکنن، هم به هر حال بررسی این دواها توی فرصت کم مطب زیاد جالب نیست. اینه که توصیه میکنم که تمام داروهاتون رو بچینید، از اون قسمتی که اسم دارو هست و دوز دارو هست جعبه هاشو بذارید بغل هم و در یک فریم یا دو فریم عکس بگیرید توی سلفونتون. این سلفون برای چی هست؟ این سلفون واقعیت اینه که برای اینه که ما علاوه بر این که تماس تلفنی با دوستانمون میگیریم استفاده های بهینه ازش بکنیم. یکی از کارهایی که میتونید بکنید اینه که عکس داروهاتون توی نگه دارید، خیلی مهمه، یا عکس اون مدارک، هر مدرکی که داریم، عکس آیدیتون و کردیت کارتتون، همه چیز رو داشته باشید که اگر احیانا جایی لازم بود ارائه کنید خیلی راحت بتوانید ارائه کنید و نیازی به حمل اصل مطلب نباشه. نکته دوم این که هر وقت مراجعه میکنید، هیچ کس تا حالا، واقعا این که میگم هیچ کس، شاید اقراق ایالی، باید بگم 98% افراد وقتی وارد این مطب پزشکی میشن سلفونشون رو خاموش نمیکنن. این درست نیست. در مطب چشم پزشکی محلی است که به هر حال بیمار مراجعه میکنه، همه حساس هستند و نباید زنگ تلفن دائم صدا بکنید. بنابراین بخصوص وقتی که وارد اتاق معاینه میشید حتما. بعد میبینن تلفن زنگ میزنه، دوستان حالا دنبال این میگردن که چجوری این تلفن رو خاموش کنن. ببینید تلفن های امروزه، همه تلفن ها اکثرا در اینجا یه دکمه خیلی کوچیکی کنارش هست، این دکمه رو وقتی بالا بزنید
زنگ تلفن رو میشنوید، وقتی که پایین بزنید زنگ تلفن خاموش میشه. خیلی ساده. این کار رو قبل از اینکه بروید در داخل اتاق معاینه انجام بدهید که کار خودتون پزشکتون رو کانسنتریشن همه رو بسیار به هم نزنید با تلفنی که وسط کار. درست من دارم فشار چشم مریض رو میگیرم یا میبینم اونم با یه صدای گوش خراشی تلفن بیمار از داخل جیبش سر صدا میکنه. من خواهشم اینه که این نکات رو رعایت کنید. ببینید اصلا این برنامه برای چی هست؟ برنامه برای همین آموزش هاست. ما همینجوری یکی یکی نکته ها رو یاد میگیریم، کنار هم میگذاریم و در حقیقت میآموزیم که یک زندگی بهتری داشته باشیم و به اصطلاح راحت تر زندگی کنیم. این نکات رو خواهش میکنم رعایت بکنید. نکته سومی که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که بیماران که به عنوان نیو پیشنت مراجعه میکنن، مرضی نو هستن و به مطب یعنی برای اولین بار مراجعه میکنن، باید بدانن که به خصوص در مطب چشم پزشکی که تستای زیادی میشه با ماشین های مختلف، خیلی وقتشون گرفته میشه. بنابراین اگر با اوبر یا با مثلا کسی میارتشون قراری با کسی میذارن، حداقل 2 ساعت وقت میذارن، حداقل. نه اینکه شما به فرزندتون بگید که یه من 1 ساعته اینجا کارم تموم میشه، یا فرسونید با یک چشم پزشک قرار گذاشتید، اپایمنت گذاشتید و بعد با دکتر داخلیتون یا با دکتر دندون پزشکتون هم قرار گذاشتید 1 ساعت بعدش. بیمار نیو حداقل در مطب چشم پزشکی 2 ساعت شما بایستی وقت بگذارید که کارتون خوب انجام بشه. گاهی اوقات من میبینم مریض خوب عجله داره، منم مجبورم عجله کنم، منم مجبورم شورتکات بزنم و بخشی از معاینه‌ام رو کم کنم. بنابراین کارو نکنید، به زیان خودتون هستش. بنابراین این نکات نکات ریزی هست اما نکات بسیار مهمی است و میتواند حتی در تشخیص سرنوشت بیماری شما تأثیر داشته باشه. وقتی من دارم فشار چشم شما رو چک میکنم و یهو با اون صدای وحشتناک تلویزیون شما، از میخوام سلفون شما، کانسنتریشن من به هم میخوره، ممکنه رو شما بکنم در اندازه‌گیری فشار چشمتون. این نکات را حتما رعایت بفرمایید که یک مقدار زیادی بتوانیم راحت‌تر کارمون رو انجام بدیم. خب پس عرض کردم که ما ساعت 2 تا 3 برنامه پرسش و پاسخ از رادیو ایران رو داریم 6:70 AM که دوستان اگر واقعا در این برنامه فرصت نکردن یا نتوانستن یا به هر دلیلی سوالشون رو مطرح بکنن، در 2 تا 3 می توانن سوالاتشون رو مطرح کنن. در اون برنامه من سعی میکنم صحبتی نکنم، فقط برنامه پرسش و پاسخ هستش. شما سوال میکنید و من پاسخ سوالاتتون رو میدم. شماره تلفن رادیو رو اگر میخواهید یادداشت بفرمایید بنویسید که ساعت 2 آماده باشید برای زنگ زدن و مطرح کردن سوالاتتون. شماره تلفن رادیو ایران 6:70 AM هستش، شماره که میتوانید شما زنگ بزنید و سوالتون رو مطرح کنید هست 323-512-72-64. یک بار دیگه عرض میکنم 323-512-72-64. به این تلفن ساعت 2 زنگ بزنید، 2 تا 3 ما به سوالات شما پاسخ خواهیم. اما برم یه مطلب جدیدی رو مطرح بکنیم و بعد شما اگر سوالاتی دارید در طی این برنامه سوالاتتون رو مطرح بکنید. خواهش میکنم زودتر اگر سوالی دارید مطرح کنید، چون همیشه آخر برنامه من میبینم که خطا پره و ما وقت تمام است و بایستی برم. یک به اصطلاح بشارت خوبی است برای افرادی که مکرو دیجنریشن دارن. میدانیم که کسانی که مکرو دیجنریشن دارن و نوع اگزودیتیو یا نوع خیس یا نوع وت این بیماری رو دارن، ایج ریلیتد مکرو دیجنریشن رو دارن، هر ماه بایستی برن و یک تزریق در داخل چشمشون بشه و این تزریق ماهیانه شاید ممکنه حتی ماها و سالها ادامه داشته باشه، که خب مسائلی داره، مشکلاتی داره. مریض خب همیشه انگزایتی داره برای این مسئله تزریق، ترس داره
یا اینکه فرض کنید که سفر نمیرسه یا راید نداره، یا به خصوص اگر برای کسانی که بیمه ندارن هزینه بالایی داره. به هر حال دانشمندان به فکر بودن که واقعا میشود کاری کرد که در فاصله طولانی تر این تزریقات بشه. چرا تزریقات یک ماه انجام میشود؟ برای اینکه دارایی که فعلا در بازار هست و ما هر ماه تزریق میکنیم شورت اکتینگ هستن، یعنی اثرشون برای مدت کوتاهی بیشتر نمیماند. ولی داروی جدیدی کارخانه جننتیک که باز بیشتر همین دارو هم این کارخونه تولید میکنه، کارخونه جنتیک داروی جدیدی تولید کرده است به نام فاریسیمب که با نام تجارتی وابیسمو این وارد بازار شده و این تزریق هر 4 ماه یک بار انجام میشه. خب خیلی خوبه، یعنی که مریضی اگر هر ماه باید میرفت تزریق میکرد، هر 4 ماه یعنی در سال 3 بار میره تزریق میکنه و بسیار عالی است. همونطور که عرض کردم در 20 سال گذشته تزریقاتی که میشد به عنوان انتای بجف که به شکل استاندارد بود دیگه، این داروها اولین نوعش همون که میدونید لوسنتیس هستش که به نام رانیبیزمب یا لوسنتیس آغاز شد، که بعد نوع دیگری اومد به نام آیلیا، البته لوسنتیس رو همین جننتیک میسازه که الان وابیسما رو داره میسازه. بعد آیلیا اومدش که به اصطلاح اون رو کارخانه رجنرو میسازه، اونم خوب بود. این دوتا هر دو FDA اپروف بود، خیلی هم اثر داشتن، تقریبا اثرشون مثل هم بود، ولی خب همه یک ماهی هستن تر بود. بعدن ایوستین وارد مارکت شد. ایوستین گرچه FDA اپروف نبود ولی اثرش کاملا مثل دو داری دیگه بود و حسنش همین بود که بسیار ارزون تر از دو داری دیگه، به خصوص برای کسانی که بیمه ندارن فوق‌العاده این دارو خوبه و فوق‌العاده ارزونه. اون دوتا دارو واقعا هر اینجکشنش بالای 1000 دلاره، این دارو اینجکشنش 700 دلار، ولی اثرش واقعا هیچ فرقی نمی‌کنه. هیچ. اصلا چرا این FDA اپروو نداره؟ به دلیل اینکه به خاطر ارزونی این دارو کمپانی نرفت دنبال اینکه بودجه بذاره و روش ریسرچ بکنه، ولی چشم پزشکی چون دن خیلی خوبه بدون به اصطلاح هیچ ترسی دارن استفاده میکنن و FDA هم وقتی که دید که این دارو خیلی خوبه ایرادی بهشون نگه و الان دارن ایوستین رو همه جا استفاده میکنن. همونطور که گفتم اشکال عمده این داروها چی بود؟ اینا دوزشون کوتاه اثر بود و این مسئله بسیار بسیار مهمی برای هم چشم پزشک هم بیمار بودش. و حالا دانشمندان فکر کردن که خب چه کاری میشود کرد؟ بعد وقتی که نگاه میکنیم این داروهایی که اثر یک ماه دارن بیشتر انتای وجف هستن. وجف چی هست؟ وجف اون ماده ایست که در بدن ما ترشح میشود و رگ تولید رگزاست، برای اینو تزریق میگن که رگ اضافی ایجاد نشه، خونریزی نشود و جلوی بیماری گرفته بشه. حالا تنها وجف نیست که رگزایی ایجاد میکنه، تعداد زیادی از فاکتورهای دیگری در بدن ما هستند که هم میتوانن رگزایی کنن هم میتوانن جلوی رگزایی رو بگیرن. پس ما اگر دارویی تولید کنیم که بتواند اون دسته از موادی در بدن که جلوی رگزایی رو اضافه میکنن تقویت کنیم، به طور کلی خود بدن میتواند جلوی رگزایی رو با تقویت به اصطلاح مواد خودش تولید بکنه. به همین دلیل یعنی اینطور باید گفتش که وجف چی هستش؟ رگزاست، اما یعنی انجیوجنیک هستش، رگ تولید میکنه. اما همونطور که عرض کردم موادی هستش که به اصطلاح واسکولار پرمیابیلیتی رو زیاد میکنن، نشت عروقی رو زیاد میکنن. پس ما باید یه مادهی بسازیم که جلوی این کار رو بگیره و بنابراین راه‌های متفاوتی وجود داره که این مکروژنریشن رو در چشم ما تقویت میکنه و به وجود میاره. وجف یکی از این راه هاست.
حالا اومدن این دارویی رو که ساختن، این دارو در حقیقت دو تا از این راه ها رو بلاک میکنه. به همین دلیل اثر این دارو طولانی تر هستش. همطور که گفتم وابیسما دارویی است که فاریسیمب، اسم شیمیاییش فاریسیمب، یک عامل دو جبهه‌ای یا بایفازیک هستش و در دو سیستم متفاوت اثر میکنه و میتواند به اصطلاح هم وجف ای رو مهار کنه، نگذاره رگزایی کنه، هم به اصطلاح انجیو پویتین رو. انجیو پویتین پتوی که اون هم باز یک پتوی دیگری یا یک سیستم دیگری است در ایجاد رگ ها. چندین تحقیق در این مورد شده، یعنی این خیلی مهمه، به نام استروی اونیون که در فاز دومش کلینیکال ترایلش اثر خوب این داروها رو نشون دادن و بعدن در فاز سوم به اصطلاح اسم ترایلش بولوارد بود، بولوارد ترایل، اومدن دیدن اثرش طولانی هست نسبت به لوسنتیس و نسبت به ایوستین. به خاطر نتایج خوبه تحقیقاتی که روی وابیسما شد، بالاخره در ژانویه 2022 FDA این دارو رو تایید کرد و این دارو رو تصویب کرد. حالا این دارو چه جوری مصرف میشه؟ داروی وابیسما، حالا با دکتر چشم پزشکتون صحبت بکنید، اونایی که مکرو دیجنریشن نوع اگزودیتیو یا نوع وت دارن، که این دارو رو اول میان 6 میلی گرم لو دوز 4 تا دوز در 4 ماه میزنن، یعنی هر یک ماه 4 تا دوز میزنن و بعد OCT میکنن و دیگه تزریق نمیکنن تا 4 ماه بعد. 4 ماه بعد دید مریض رو برآورد میکنن و گاهی 3 ماه یا 4 ماه بعد و ببینیم که واقعا وضعیت دید و OCT چگونه است. بعد از اون، اون وقت رژیمی به مریض میدن که یا هر 44 روز یا هر 28 روز یا 44 روز یعنی هر تقریبا 44 روز خیلی زیاد میشه، 44 روز میشه تقریبا 1 ماه و نیم، یا گاهی اوقات 48 روز اگر لازم بود تزریق بشه، اگر لازم نبود هم تزریق نمیشه. خلاصه این که بررسی ها نشان داد که اگر هر 2 هفته این دارو تزریق بشه، یا هر 4 هفته تزریق بشه، یا هر 8 هفته تزریق بشه، یا هر 16 هفته تزریق بشه اثرش یک. بنابراین به این ترتیب میتوانن هر 4 ماه یا هر 3 ماه یک بار این دارو رو تزریق بکنن و به همین دلیل هستش که بسیاری از متخصصین شبکه رو آوردن به این دارو که این دارو رو مصرف کنن برای کسانی که مکلار دیجنریشن دارن. خب دوستان عزیز، همونطور که عرض کردم، ما امروز ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر برنامه پاسخ و پاسخ از رادیو ایران داریم 6:70 AM. خواهش میکنم اگر سوالاتی دارید در اون برنامه مطرح کنید، اگر در این برنامه نتوانستید ولی اگر سوالی هم دارید همکنون میتوانید این سوالاتتون رو مطرح کنید تا به سوالاتتون پاسخ داده بشه. یکی از سوالاتی که از من زیاد میشود اینه که خب دوستان این برانور میشنوند که لنزی در بازار وجود داره که این لنز وقتی که ما بعد از عمل جراحی کاتاراکت در چشم مریض گذاشتیم میتوانیم قدرت لنز رو کم یا زیاد بکنیم یا حتی آستیگماتیزمی اگر داره تغییر بده. بله، به اصطلاح Light Adjustable Lens یا LAL LAL Light Adjustable Lens لنز نسبتاً جدیدی هستش که میتوانیم در چشم بیماران بگذاریم و اگر بعد از عمل جراحی دیدیم که خب این لنزی که ما محاسبه کرده بودیم و گذاشتیم توی چشم مریض اکوریت نیست، دقیق نیست، مثلا 1 نمره اور کرکت زیاده یا 1 نمره آندر کرکت کمه یا فرسون 1.5 نمره سیگمات داره، اینا همه رو میتوانیم با این Light Adjustable Lens درست کنیم.
منتها دوستان توجه داشته باشن که این لنز مانوفوکال هست، این لنز مالتیفوکال نیست، هزینه خیلی زیادی داره، ولی خب اثر همون مانوفوکال داره. به همین دلیل برای کسانی که چشم معمولی دارن و لنزهای مانوفوکال معمولی خب میشه در چشمشون گذاشت، هیچ محلی از اعراب برای مصرف کردن این لنز وجود نداره و یه هزینه زیاد همون نتیجه رو به شما میدهد که به اصطلاح مانوفوکال معمولی میده، چون برای دیده دوره فقط. اما بعضی از افراد هستن که واقعا چشمشون بسیار بسیار کامپلیکیتد هست و اصلا ما نمیتوانیم به هیچ عنوان اینا رو چشمشون رو کاملا کرکت کنیم. مثلا کسانی که 30 سال پیش آرکی شدن، افرادی که آرکی شدن الان واقعا سطح قرنیه‌شون اونقدر ایریگولار و نامنظم هست و اینقدر فلکچویشن قرنیه دارن، چون قرنیه‌شون لوزه، شله، عقب جلو میره، که موقع اندازه گیری لنز ما اصلا مطمئن نیستیم که نتیجه این لنزی که دستگاه به ما داده درست و دقیق باشه. درسته اون لنز رو میگذاریم توی چشم مریضی و میبینیم 3 نمره به اصطلاح اندرکورکت شده یا 3 نمره اوبرکورکت شده. خب این نه تقصیر جراح نه تقصیر مریضه، بله اشکال در چشم هست و ماشینی هم که برای اندازه‌گیری لنز ساخته شده، مثلا IOL Master 700 که پیشرفته ترین دستگاه موجود در کره زمینه، اون بر اساس قرنیه ریجید، قرنیه ویرجین و قرنیه سالم ساخته شده، نه بر اساس قرنیه که بعد از آرکی یا بعد از لیسیکه. یا فرض کنید افرادی که لیسیک کردن 15 سال پیش 20 سال پیش فرد لیسیک کرده، این قرنیه که قرنیه نیست، قرنیه عوض شده، این قرنیه قرنیه ویرجین نیست، برای این ماشین تعجب میکنه، میبینه این قرنیه اون قرنیه نیست که به اصطلاح قرار تو فرمول بگذاره و همین دلیل اشتباه میکنه و یک لنزی که به شما میده کم یا زیاد است. حالا ما یکی از روش هایی که وجود داره اینه که تو اتاق عمل، میدونی وقتی ما کاتاراکت رو عمل کردیم، یعنی لنز دیسفانکشنال یا لنز کاتاراکتد یا لنزی که قابل استفاده نیست از چشم شما در آوردیم و چشم بدون لنز شد، ما یک دستگاهی داریم به نام اورا، اونو میاریم جلو و 2 مرتبه لنز رو اندازه گیری میکنیم تا دقت درصد دقت اندازه گیری لنز رو بالا ببره. حالا برای کسانی که آرکی شدن یا لیسیک شدن، حتی با این دستگاه اورا هم که اندازه گیری میکنیم گاهی اوقات واقعا عدد دقیق به دست نمیآید، هیچ چاره ای هم نیست. این هستش که در این افراد توصیه میکنیم که لنز مثلا لایت ادجستبل یا لایت ادجستد لنز گذاشته بشه، که بعد از عمل اون وقت با یو وی لایت ما میتوانیم لنز رو کم و زیاد کنیم. در داخل این لنز ها کریستال هایی وجود داره که این کریستال های پلی اکریلیک رو ما میتونیم اصلا جدا کنیم، دور کنیم، یا در داخل هم با تاباندن یو وی بفشوریم و به این ترتیب قدرت لنز رو کم و زیاد بکنیم، یا در یه جهت زیاد کنیم یا کم کنیم، استیگماتیز رو درست کنیم. این هم در جواب کسانی که لنزهای ادجستبل رو سوال میکنن. پس بنابراین لنزهای ادجستبل لنز مالتیفوکال نیست، لنز مونوفوکال برای چشمهای کامپلیکیتد. یا مثلا کسی کراتوکونوس داره، خب در کراتوکونوس باز قرنیه یه قرنیه عجیب غریبی، قرنیه معمولی نیست، قرنیه خیلی به قول معروف نازک و خیلی پیش جلو آمده است و ماشین آیول اندازگیر آیول یا آیول مستر باز این قرنیه رو که ببینه تعجب میکنه، شاخ در میاره که این چه نوع قرنیه است. خب یک محاسبه میکنه ولی مطمئن نیست که محاسبش درسته و نتیجه محاسبه رو هم به ما میدهد و ما همون لنز رو میگذاریم در چشم مریضی و ببینیم 4 نمره و گاه شده 5 نمره اندرکورکت شده یا اوورکورکت شده، که بیشتر اندرکورکت میشه. در این صورت هستش که خب اگر ما در این چشم ها لنز لایت ادجستبل رو بگذاریم، خب بعد از عمل میتوانیم بدون اینکه جراحی دوباره بکنیم اصلاح کنیم لنز رو. حالا قبلا که این لنز ادجستبل نبود چی بود؟ خب ما یه 3-4 هفته صبر میکردیم، 2 مرتبه مرجع بعد میگردوندیم، مثلا اگر 5 نمره کم بود اون 5 نمره اضافه میکردیم، یا زیاد بود 5 نمره کم میکردیم و لنز جدیدی میگذاشتیم، یعنی عمل جراحی جدیدی به مریض تحمیل میشد. خب جراحی استرس داره، وقت میگیره، هزینه داره، همه اینا هست، ولی با این لایت ادجستبل لنز کار خیلی ساده انجام میگیره. خب دوستان اگر سوالاتی داری سوالاتتون رو مطرح کنید، خواهش میکنم.
البته چون لانگ ویکنده احتمالا خیلی از دوستان در سفرن و فرصت شنیدن برنامه ما رو ندارن، ولی اونایی که در خانه هستن میتوانن سوالاتشون رو مطرح کنن تا در حد وضاحت برنامه سوالاتتون پاسخ بگم. اگر نرسیدید ساعت 2 تا 3 برنامه رادیو داریم 670 AM، اونجا زنگ بزنید و سوالاتتون رو مطرح کنید. شماره تلفن رادیو ایران 670 هم عرض می کنم 323-512-7264، 323-512-7264. می توانید 2 تا 3 زنگ بزنید. خب شاید اگر کسی رو داریم بذاری ببینیم که دوستان روی خط هستن. دکتر رضا پور هستم از شیفتای جان چشم پزشکی، بفرمایید. درود بر شما و سپاس از این همه لطف و محبت شما. آقای دکتر یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم این دیسلکسیا چی هست؟ چی عزیزم؟ دیسلکسیا DYSLISIA دیسلکسیا در حقیقت افرادی هستند که اونجایی که من یادمه دیسلکسیا البته در دومین چشم پزشکی نیست، ولی در دومین به اصطلاح بیشتر نورولوژی و به اصطلاح نوروسرجری هستش. افرادی که ضایعات مغزی دارن و به اصطلاح وقتی که مطلبی رو میبینن میخوانن اون مطلب رو خوب دریافت نمی کنن. بنابراین اینها ضایعی در کورتکس مغزشون هست که نمیتوانن این دریافت رو داشته باشن. پس کاری به چشمشون نداره دکتر؟ نه ربطی با چشم نداره، نه هیچ یک مطلب، همطور که عرض کردم نورولوژی هستش و حالا اگر که به اصطلاح دقیق تر بخوایم بررسیش کنیم میتوانیم ببینیم که بله البته گفته خیلی شایع هستش، یک learning disability، همطور که گفتم میخوانند ولی خوب متوجه نمیشن، خوب یاد نمیگیرن. این یک learning disability هست و هیچ ارتباطی هم با چشم پزشکی نداره. مسئله البته خوب فرد دیدش خوبه، یعنی خوب میتونه بخونه، اما دریافت نمیکنه، متوجه نمیشه، نمیتونه آموزش ببینه. یک کمبود به اصطلاح لرنینگ هستش در مغز افراد، اشکال در مغز افراد هستش، در مرکز به اصطلاح خواندن و نوشتن در مغز. وقتی که از نظر فریکونسی تعداد اینا خیلی کم هست یا زیاد هست؟ چی فرمودین؟ شما ببینید صداتون خیلی بد میاد. بله میدونم. نگاه کنید دکتر، میخواستم ببینم تعداد این افراد خیلی کم هست، نادر هست یا زیاد هستن؟ نسبتاً زیاده، شایع دیسلکسیا. ببینید دیسلکسیا شایع ولی تشخیصش نادره. میدونید چرا؟ چون اولا فرد ممکنه برای مسئلهش وقت مراجعه نکنه و یا مراجعه بکنه به پزشک فرض کنید اینترنال مدیسین، ولی این افراد باید برون پیش نورولوژیست. نورولوژیست ها هستن که تشخیص خوب برای دیسلکسیا میدن. و گفتید که فرمودید که آموز با طریق اثر آموزش این قابل بله. آموزش این افراد خیلی کنده. بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از محبتتون، سپاس و فراوان. قربون شما، خدا حافظ. خب اجازه فرمودید که با دوست عزیز دیگری صحبت بکنید. دکتر رضا پور هستم، بفرمید. از تشکر میکنم از زحماتتون. من دو تا سوال داشتم. یکی این که آقای هستم 70 ساله
میخواستم هر یک سالی که دارم میرم آزمایش چشم و اینا به هم میگن که هنوز اون کترک نرسیده، میخواستم ببینم در این حالت من میتونم لیزیک یا لیزر یا اون چیزی که شما توصیه میکنید برام بفرمایید. ببینید عزیز من، شما الان عینک میزنید یا نمیزنید؟ بله عینک میزنم، هم آستیگمات دور و هم نزدیک. خب ببینید، حالا نمیدونم شما کجا، شما در چه شهری زندگی میکنید؟ ایران هستم. ایران، بسیار عالی. ببینید اصلا دیگه مسئله رسیدن و نرسیدن در قاموس چشم پزشکی وجود نداره. ما حتی در امریکا FDA اپروف کرده که میتوانیم آدمی رو عمل جراحی چشم بکنیم بدون اینکه کدرک داشته باشه. فرض کن فردی مثل شما میاد پیش دکتر رضاپور میگه آی دکتر رضاپور، من عینک دور و نزدیک میزنم و از این عینک خستم، نمیخوام این عینک رو چشم من باشه، شما میتوانید کاری برای من بکنید؟ سنم هم 70 سالمه. من به این فرد میگویم آری، ما میرویم حتی اگر کدرک هم نداشته باشید، نه اینکه حتی نارس باشه، حتی نداشته باشید، میرویم لنز که داری. آدم 70 ساله بگه میشه کدرک نداشته باشه، مثل اینکه شما بگید آدم 70 ساله موهاش کاملا مشکیه، نیست. همه آدم های 70 ساله موشیم به یه شکل سپیده، کم یا زیاد. بنابراین حالا استثناء رو من نمیگم، حالا ممکنه 1 در 10,000 ممکنه موش تا 70 سالگی هم مشکی باشه، اونو نمیگم، ولی جنرال. پس بنابراین ما میرویم اون لنز شما رو که ما بهش میگویم دیسفانکشنال لنز، یعنی لنزی که دیگه به درد شما نمیخوره، دیسفانکشنال، این لنز رو در میاریم، براتون یک لنز مالتیفوکال میگذاریم، هم دوربینیتون، هم نزدیک بینیتون، هم آستیگماتتون، هم هر مشکل دیگری که در زمینه عیب انکسار باشه از بین میره و شما بدون عینک میتوانید برای دور و نزدیک عینک استفاده کنید. با دکترتون صحبت بکنید، بگید دکتر رضاپور این حرفو میزنه، میگه حتی بدون کدرک هم میشه عمل کرد، شما چرا به من میگی کدرک هم نرسیده؟ شما لیسیک براتون ابدا نباید کسی بکنه، ابدا به دردتون نمیخوره. تنها راهش اینه که این کدرک کمی که دارید بروند بردارن و براتون لنز بگذارن. حالا چرا گاهی اوقات چشم پزشکا این حرفو میزنن؟ چند تا بریر، چند تا سد وجود داره. یک، سد بیمه. گاهی اوقات چشم پزشک میبینه که با بیمه مشکل داره، فرض کنید ارزش اینو نداره که چشم شما رو عمل کنه. البته دارم میگم یک چشم پزشک با وجدان هرگز این فکر رو نمیکنه. دوم این که ممکنه مسئله هزینه باشه، حالا بیمه کسی نداره، هزینهش به هر حال نسبتا زیاده، به خصوص لنزهای مالتیفوکال. و سوم این که ممکنه اون چشم پزشکی شما بهش مراجعه میکنه انقدر سر شلوغه که فرصت نداره شما رو عمل کنه، خیلی سر شلوغه، خب به چشم پزشک دیگه مراجعه کنید. بنابراین نه، شما میتوانید عمل کنید و لنز هم براتون بگذارن و همه مشکلاتتون هم عمل از بین بره، البته به شرط اینکه مکرو دیجنریشن نداشته باشید. من مریضی که مکرو دیجنریشن داره پشت گوش میندازم، عملش نمی کنم. چرا؟ چون وقتی عمل میکنن دید خیلی زیادی که پیدا نمی کنن، بنابراین بی خود یه جراحی رو برای چی بهش تحمیل کنم؟ بنابراین تا اونجایی که میتوانم از این چشمش بدون عمل جراحی استفاده کنه نگهش میدارم، ولی وقتی که ببینم دیگه نه واقعا درست نیست، عمل میکنم. این یک مورد رو فقط ذکر کنم که اگر وقت پیش اومد بیماران اعتراضی نکنه. خب اجازه فرمایید که برویم و با دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم، لطف کردید. خواهش میکنم. الو، وقتتون بخیر آقای دکتر. من یه سوالی داشتم در مورد شبکیه من ژنتیکی مسئله داره، چشم چپم که خیلی کم میبینه، از اولم به همون صورت که بود بچگیم تا حالا تغییر نکرده. چشم راستم به مرور داره ضعیفتر میشه، سالی یه بار میرم دکتر شبکیه متخصص، بعد تست دی ان ای هم گرفتم که شاید بتونن از طریق دی ان ای که بخوان کاری بکنن، گفتن اون نوعی که چشم من هست الان نمیتونن از طریق دی ان ای کاری بکنن.
بعد به مرور چشمم داره ضعیف‌تر میشه، میخواستم ببینم راه حل چیزی هست، چون فکر کنم شنیدم شما درباره شبکه صحبت میکردین، ولی من متاسفانه دیر رسیدم. اگر لطف کنید توضیح بدید خیلی خیلی ممنون میشم. تشخیصشون چی هستش؟ استارگارد هستش؟ چی؟ استارگارد؟ نمیدونم چی هست، فقط میدونیم نقطه های رنگی رو شبکی هم هست، ولی طوری هست که دکترات میگفتن زیاد نمیشه، یعنی بعضی ها میگفتن خیلی زود تری زیاد میشه، شبکیه رو میبینه، تو 40 سالگی نمیبینم، ولی من الان 60 سالمه میبینم. ولی پس شما آر پی داری؟ آر پی؟ آها آر پی؟ بازم نمیدونم، دکترم به هم میگم که چی هست، نوع بیمارش نمیدونم، فقط میدونم که شبکیه هم نقطه های رنگی هست. خب ببین عزیزم، این سوال شما به مثابه اینه که شما بگویید که یه آدمی هنرپیشه معروفی است، به من بگویید که ایشون رو من چجوری میتونم مثلا ملاقات کنم. خب اون هنرپیشه 100,000 یه میلیون هنرپیشه وجود داره، بنابراین شما اگر به من بگویید اون هنرپیشه که مورد نظر منه جنیفر لوپز مثلا، خب من میدونم اسمش چیه، اون وقت نشانی آدرسش رو پیدا میکنم بهتون میده. بنابراین شما اسم اولین کاری که باید بکنید اسم بیماریتون رو بپرسید. تمام بیماری ها اسم دارن، نام دارن. من میپرسم استارگات نمیدونید، میپرسم آرپی رترس پیگمنتوسس نمیدونید، چون بیماری بسیار زیادی در چشم وجود داره و هر کدام هم درمان خاص خودش رو داره. من خواهشم اینه که دفعه بعد شما به پزشکتون بگید اسم مریضی من رو کاغذ بنویسید، من میخوام از دکتر رضاپور سوال کنم تا من بتونم جواب بدم. بعضی از این بیماری های به اصطلاح ارثی و ژنتیک الان با جین تراپی و به اصطلاح استم سل تراپی دارن درمانشون میکنن، ولی بعضی ها هنوز واقعا وارد هیته درمانی نشدن یا به اصطلاح روشون کار نشده. اینه که من باید بدونم که اسم بیماریتون چی هست تا بتونم یه توضیح حداقل بدم روشنتون کنم. خواهشم اینه که اسم بیمارتون رو بپرسید و دفعه بعد با من تماس بگیرید. ببخشید دکتر، برای من نوشت، فکر میکنم اون دومی که شما گفتید بود، دو نوعش ذکر کردید، فکر کنم اون دومی بود برام نوشت. خب من ایران نیستم، من بیرون هستم، یه خورده انگلیسیش برام مشکله که بخوام تلفظ کنم. نه آرپی که خیلی ساده است، آرپی یا رتینایتیس پیگمنتوسا. اگر رتینایتیس پیگمنتوسا هست، خدمتتون عرض کنم برای شمایی که دیدتون هنوز خوبه، اتفاقا یک تزریقی وجود داره که این تزریق رو در داخل ویتره میکنن. البته این هنوز چیز نیست، پاپولر نشده، ولی من فکر کنم تا یکی دو سالگی به بازار میاد و خیلی هم روی این ریسرچ شده. این تزریق که میکنن ماده‌ای هست، ماده گروت فاکتوری هستش که این میره و سلول های در حال مرگ و سلول های ضعیف رو در کسانی که رتینایتیس پیگمنتوسا دارن تقویت میکنه و اینا دیدشون خوب میشه. حتی در گزارش هایی که در این ریسرچ بود، دید اینا 3-4-5 خط روی ای چارت بهتر شده بود. بنابراین این یک شیوه است برای کسانی که رتینایتیس پیگمنتوسا در حد شما دارن. ولی وقتی که رتینایتیس پیگمنتوسا در حدی است که مریض نابینای نابیناست، یعنی تاریکی مطلق هستش، اینا رو براشون آرگوس میذارن. آرگوس یه چیپسه، مایکرو چیپس هست که در ته چشم این رو کار میگذارن و یک عینکی به این مریضا میدن. روی این عینک دوربینی هست، این دوربین جهان پیرامونی عکس میگیره، به این مایکرو چیپسی که در ته چشم هست منتقل میکنه. اون مایکرو چیپس از طریق عصبی بینایی تصاویر رو به مغز میده و مریض میبینه. حالا البته این در اون حدی نیست که من بگم این فرد کاملا دیدش خوب میشه، نه اونقدر میشه که بتواند دیوار و پنجره رو، در رو، چاله رو، چاه رو تشخیص بده و برای اونایی که کاملا نابینا هستن به علت رتینس پیگمنتوس. پس اونا بیشتر آرگوس نمبر 2 برای اونا هست. برای کسانی مثل شما اگر که رتینس پیگمنتوس داری و دید داری، بهترین کار این اینجکشن هستش که البته گفتم هنوز نیومده ولی میاد توی باز. به زودی هم میاد. و یک ریسرچ هم در UCLA داره میشه که اونا هم یک مایکرو چیپی رو دارن کار میکنن که اونا توی مغز کار میگذارن
و اون خیلی پیشرفته تره و به اصطلاح مستقیمن از خود مغز به اصطلاح تصاویر رو میگیره و تعبیر میکنه. به هر حال اگر رتینس پیگمنتوسا هستش، این تزریقی که عرض کردم میتواند کمک کنه و تقویت کنه این چشمتون که دید داره و میبینید باهاش. سوال دیگه، همین نوعی که گفتید موقع آدم دیدش از دست میده، دکترها به من گفتن تاریک نمیشه کامل برد. فکر میکنم مربوط به همین چیزی هست که شما گفتید، چون تاریک نمیشه کاملا. برحال مکرو دیجنریشن که نداری. چی؟ مکرو دیجنریشن؟ نه. بهتره که واقعا دقیق روی کاغذ بنویسید اسم بیماری رو، بعد دفعه بعد بهتون توضیح میدم. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خب اجازه بفرمایید دوستان عزیز که من اعلام کنم، من در ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر برنامه به اصطلاح پرسش پاسخ از رادیو ایران رو داریم 6:07 AM. خواهش میکنم اگر سوالاتی دارید در ساعت 2 مطرح بکنید تا به سوالاتون پاسخ بگویم. شماره تلفن رادیو ایران 6:07 AM هستش، 323-512-7264. منتظرتون هستم ساعت 2 بعد از ظهر در آن برنامه. اما مطلب بسیار جدیدی که برای خود من هم باور کنید جدید بود و خیلی جالب بود. ببینید، سردرد و چشم، آیا چه رابطه‌ای بین سردرد و چشم وجود؟ باورتون میشه که 50% کسانی که در آفیس نورولوژیست، دکتر نورولوژیست نشستند و منتظر معاینه، 50%شون اینا مشکل چشمی دارن؟ اگر مشکل چشمشون برطرف بشه، نیازی نیست اصلا برن پیش دکتر نورولوژیست به خاطر سردردشون. پس بنابراین اصلاح عیب انکسار این افراد میتواند سردردشون رو برطرف کنه و شاید اگر اغراق نکنم چیزی حدود 125 میلیون نفر در امریکا روزانه با نوعی سردرد به اصطلاح سرکار دارن و شکایت میکنن. حالا ممکنه یه ذره کم باشه زیاد باشه، ولی به هر حال خیلی سردرد مسئله مهمی است. تحقیقات نشون میده که به طور متوسط هر امریکایی 13 ساعت در روز خیلی با دیجیتال دیوایسه سر کار دارن، با حالا سلفونشون، کامپیوترشون، آیپدشون، تلویزیون، هرچی، که تقریبا 60% این افراد دچار سردرد، مشکلات چشمی، خشکی چشم، درد چشم، خستگی چشم، خوابالودگی، بیخوابی گاهی اوقات اینها میشود. حال باید چه بکنیم برای اینا؟ داستان رو گوش کنید تا براتون تعریف کنم. اجازه بفرمایید من یک دوست عزیزی روی تلفن رو جواب بدم و بعد برگردم. جانم سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. از جناب دکتر، من تازه از ایران اومدم. چشمم مکولار دیجنریشن که در ایران میرفتم هر ماه یا دو ماه در میون یه آمپولی میزد تو چشمم. حالا میخوام ببینم در اینجا این بیماری علاجی داره هنوز یا این که هنوزم لاعلاجه؟ خب ببینید عزیزم، اتفاقا من اون مقاله اولی رو که در موردش صحبت کردم در مورد هم مکرو دیجنریشن بود. مکرو دیجنریشن یه بیماری است که اولا اگر هر ساله شما از سن 45 سالگی به چشم پزشک مراجعه کنید، تشخیص زودرس همون اول بیماری، یعنی اولی که شروع میکنه حروف در جلوی چشمتون یه ذره رقصیدن، این اولی مرحله. 20-20 دید دارید، ولی وقتی دقت میکنید میگید که به نظرم میاد خط راست یه ذره تکون میخوره. این اولین مرحله مکرو دیجنریشن. در این مرحله است که ما میتوانیم جلوی بیماری رو بگیریم و درمان کنیم. پس بله درمان داره، ولی کی؟ در اون مرحله. اگر در مرحله شما مراجعه کردید که دیگه نصف دیدتون از بین رفته، نه دیگه علاج نداره. این که شما بگید درمان بشه و خوب بشوید، نه نداره، اما درمان داره. ببینید علاج با درمان فرق داره. متاسفانه زبان فارسی زبان قاصری از نظر ادبیات. در انگلیسی دو تا لغت به کار می‌بریم، کیور، تریتمنت. کیور یعنی اینکه یه کاری میکنیم خوب میشه، آپاندیسیتتون در میاریم،
دیگه آپاندیس نداری خوب میشی، کاتاراکتتون رو در میاریم خوب میشی. این کیوره. اما تریتمنت، بیماری قند دارید دائم باید دوا مصرف کنید، تریتمنت. فشار خون دارید دائم باید دوا مصرف کنید، تریتمنت. دواتون رو قطع کنید مریضی برمیگرده. پس فرق است بین کیور و تریتمنت. شما پرسید کیور داره؟ کیور نداره. تریتمنت داره؟ بله. تریتمنت چیه؟ همون تزریقی که در ایران براتون میکردن ما هم اینجا میکنیم. تزریق ماهیانه است. و من داشتم صحبت میکردم، همین اول صحبتم این بود که تزریق جدیدی در امریکا به بازار آمده. هر 4 ماه یه بار میشود این تزریق رو به اصطلاح انجام داد. و در موردش خیلی صحبت کردم که گفتم وابیسما این جارداری جدیدی است که اومده و میشود هر 4 ماه یه بار تزریق کرد. بنابراین شما بایستی بخصوص اگر بیمه دارید به چشم پزشک مراجعه کنید تا براتون تزریقات رو انجام بدن. و ول نکنید، اگر شما ول کنید نابینا میشوید. کسی که مکرو دیجنریشن داره شوخی نباید بکنه، بایستی این تزریقات دائما انجام بشود. تا گفتم به روزی میرسه که ما از طریق استمسل بتوانیم مکرو دیجنریشن رو درمان کنیم. استمسل خیلی ممنون، هنوز به امروز نرسیدیم، امیدواریم برسیم به امروز. در حال این جواب سوال شماست در مورد مکرو دیجنریشن. خیلی متشکرم. اجازه فرمی که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمید عزیز. بله. سلام عزیزم، بفرمید. شروع کنم؟ بله جانم، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام. ببین تلویزیون رو ببند و با تلویزیون با سلفونت با تلفنت با من صحبت کن. بستم. خب صحبت کن. بگو. میتونم صحبت کنم؟ آره عزیزم بگو. آقای دکتر سلام عرض میکنم. سلام عزیزم. ممنونم از شما که به ما میرسید، به همه مریضاتون میرسید. من چند سال پیش مکولات دیجنریشن داشتم. یه روزی چشمم خونریزی کرد. رفتم اینجا در کانادا هستم، یه جایی هست که مرکزی هستش که چند تا دکتر هستن. پیش یه دکتری رفتم که خیلی بسیار بعض شما دکتر خیلی خوبی. رفتم اونجا، اون دکتر به من گفتش که چشمتو باید آمپول بزنی. مکولات دیجنریشن داشتم. بعد 4 دفعه چشم من آمپول زدن. وقتی که بعد از این که چشمم 4 دفعه آمپول زدن، گفتن هر 4 ماه یه دفعه بیا اینجا چشمت خوبه. ولی من کم کم چشم چپم رو از دست دادم. چشم چپم خیلی کم میبینه. اطراف چشم اصلا اطراف شما رو میبینم ولی صورت شما رو نمیبینم. ولی چشم راستم خوب بود تا چندی پیش. من دکتر گفتش که این دفعه که بیای برات چی میزنم، آمپول؟ نه نمیدونم چه که میزنم، چش باز میشه. خب چی کار کرد براتون؟ حالا سوالتون چی عزیزم؟ آره اونو گفتش میزنم. حالا من باید چی کار کنم؟ پیش دکتر چشمم رفتم، گفتم من چشمم نمیبینه، نمره عینک بدم بده. گفت چشمت همون نمره یه که قبلا دادم. حالا من نمیدونم چیکار کنم، نمیتونم چیزی بخونم، نمیتونم کامپیوتر نگاه کنم، تلویزیون رو خوب میبینم ولی کتاب نمیتونم بخونم. از حضورتون خواهش میکنم یه دستوری به من بدید. خب توجه بفرمایید، خدمتتون عرض کنم. ببینید من که بارها و بارها عرض کردم، وقتی شما اولا اگر در یک چشمتون مکرو دیجنریشن دارید، انتظار داشته باشید که در چشم دیگرتون دیر یا زود بیماری مکرو دیجنریشن تظاهر بکنه. بیماری مکرو دیجنریشن یک بیماری دو طرفه است، یک طرفه که نیست، در یک چشم که نیست، همیشه دو طرفه است. منتها ممکنه یک چشمتون الان گرفتار بشه، چشم 10 سال بعد
پس اگر یک چشم شما گرفتار شد و چشم دیگرتون سالم بود، مغرور نشوید که اون چشمتون گرفتار نمیشود. بدانید که اون چشمتون هم گرفتار میشه. خب وقتی اون چشمتون گرفتار میشود، پس باید مواظب باشید، جلوش رو بگیرید. هر 3 ماه 6 ماه به چشم پزشکتون مراجعه کنید، تحت درمان شما رو بگذارن و حتما بایستی از قرص های ارز استفاده بکنید. به مرحله ای که شما رسیدید که دیگر نمیتوانید بخوانید، من که سهل است، آفریننده جهان هم دیگه نمیتونه برای شما کاری بکنه، مگر اینکه در آینده سلول های بنیادی واقعا به مارکت وارد بشود، براتون تزریق بشود، این سلول ها جایگزین سلول های مرده شما بشود و درست بشود. این حرف من به معنی این نیست که ناامید بشود، این حرف من به معنی نیست که در حال حاضری که من با تو صحبت میکنم کار زیادی نمیشود کرد، ولی هیچ معلوم نیست که 2 سال دیگه 3 سال دیگه جنرال بشه، پاپولار بشه و بتوانیم از سلول های بنیادی تزریق کنیم و خوب بشود. این که با عینک چشم شما خوب بشود، هرگز با دنبال عینک نگردید. اما یک نکته رو اینجا ذکر کنم، یک مراکزی هست به نام Low Vision Aid. این مراکز بیشتر هم اینا اپتومتریست هست. این مراکز اگر مراجعه کنید به شما یک به اصطلاح دوربین های مخصوصی، یک تلسکوپ های مخصوصی میدهند که این تلسکوپ ها واقعا خیلی کمک کننده است. البته گرون، اینا هزینه داره ولی خوبه. اینا رو حتی گاهی اوقات شده که روی عینکشون میذارن برای رانندگی به مریضا میدهن، و در امریکا حداقل ما میدونیم که رانندگی با تلسکوپ هم اشکالی نداره تلسکوپ. بنابراین من توصیه‌ام به شما اینه که به این Low Vision Aid مراجعه کنید، Low Vision Aid، و اینها شاید بتوانند به شما از این تلسکوپ ها بدن کمکی بهتون بکنن. برای چشم دیگرتون هم کاهلی نکنید، بلافاصله بروید پیش دکتر چشمتون که از فردا تزریق رو شروع کنه که این چشمتون مثل اون چشمتون کاملا نابینا نشود. داری در مورد چشمتون سستی میکنید. همون موقعی که چشم اولتون درمان میشد، باید دنبال چشم دومتون میبود. نکته دیگر این که قرص ایرتس تو، روزی 2 تا قرص ایرتس تو بخورید که جلو پیشرفت بیماری رو بگیرد، و روزی 4 تا اومگا 3 یا فیش اویل، 4 تا فیش اویل و 2 تا قرص ایرتس تو. این کمک میکنه که شما حداقل پیشرفت بیماری رو جلوشو بگیرید. برحال متاسفانه برنامه من در اینجا به پایان رسید. خواهش میکنم، و منتها ساعت 2 تا 3 ما برنامه پرسش پاسخ داریم. خواهش میکنم زنگ بزنید به رادیو. معمولا دوستان در آخر برنامه ها زنگ میزنن و این واقعا فرصت دیگری نیست که من باشون صحبت بکنم. خواهش هم اینه که اول برنامه زنگ بزنید تا فرصت کافی باشه و من بتوانم توضیح کافی بهتون بدم. برای همه شما روزهای آفتابی، شبهای مهتابی آرزو میکنم. برای مردم ایران سربلندی و آزادی از قید حکومت آخوندی، برای حکومت آخوندی زبالدان تاریخ آرزو میکنم. امیر جان با سپاس از شما، امیر جان مثل همیشه ما رو داهیانه کارگردانی کردن، اندیشمندانه برنامه رو پیش بردن. برای شما آرزوی تندرستی میکنم امیر جان. بدرود، تا درودی دیگه.